واکنش ها به واگذاری سفارت افغانستان در تهران به نماینده امارت اسلامی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال. به نقل از خامه پرست، واکنش ها به واگذاری سفارت افغانستان در تهران به نماینده امارت اسلامی. شورای ملی مقاومت برای نجات در پیوند به واگذاری سفارت افغانستان در تهران به نماینده امارت اسلامی گفته است که این اقدام سوی جمهوری اسلامی ایران خلاف عرف دیپلماتیک و در تضاد با منافع ملی افغانستان است. این شورا که با حضور برخی از سیاستمداران شناخته شده حکومت پیشین بعد از سقوط تشکیل شده، روز جمعه پنجم خود در اعلامیه بعد تحویل دهی سفارت از سوی دولت ایران به نماینده امارت اسلامی واکنش نشان داده است. در این اعلامیه آمده است که تحویل دهی سفارت افغانستان به امارت اسلامی خلاف عرف دیپلماتیک و در تضاد با منافع ملی افغانستان است. اعضای شورای ملی مقاومت برای نجات از دولت ایران خواستند تا در این تصمیم تجدید نظر کند، چون به گفته آنان حاکمیت کنونی در افغانستان از هیچ گونه مشروعیت برای پذیرفتن سفارتخانه های افغانستان برخوردار نیست. عطا محمد نور، والی سابق بلخ و از سیاستمداران شناخته شده افغانستان که عضویت شورای ملی مقاومت را نیز دارد، در تویت های جداگانه این اقدام را اشتباه دیپلماتیک خوانده است. در اواخر هفته گذشته گزارش شده بود که رژیم اسلامی ایران سفارت افغانستان در تهران را به نماینده وزارت خارجه امارت اسلامی واگذار می کند. رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران با تایید خبر تحویل دهی سفارت به نقل از ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، گزارش داده اند که هیچ تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایران در چگونگی تعامل با حکومت سرپرستی افغانستان به وجود نیامده است و تاکید کرده که تحویل دهی به معنای تغییر در وضعیت حقوقی سفارت افغانستان نیست. امارت اسلامی تا کنون در این مورد به گونه رسمی چیزی نگفته است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.